دوستان گرامی، هم میهنان مبارز، سربازان گمنام میهن، سپاسگزاریم از اینکه با ما هستید برای برنامه زنده شماره 20 جنبش سرباز گمنام میهن. ابتدا تبریک بگم به همه ایرانیان مبارز و سربازان گمنام میهن برای پیش رفتن یک قدم دیگر به سمت پیروزی، و این یک پیروزی هستش، هرچند که ما از کشته شدن و کشتن انسانها خوشحال نیستیم و نخواهیم بود، اما جنایتکارانی هستند که دستشون به خون هزاران و بلکه میلیون ها نفر مستقیم یا غیر مستقیم آلوده است، و این موجودات کسانی هستند که واقعا باید از کشور ما و از سطح کره زمین پاک بشن. ای کاش اینجوری نبود، ای کاش انسان ها به همدیگه عشق می‌ورزیدن، به همدیگه محبت می‌کردن، به همدیگه کمک می‌کردن که یک جامعه انسانی رو در همه کشورها، نه تنها در کشور خودمون بلکه در همه کشورها در سطح جهان برقرار می‌کردیم. ای کاش انسان‌ها این درک و فهم رو داشتن که به جای ترور، به جای کشتار، به جای دیکتاتوری به همدیگه عشق می‌ورزیدن. ای کاش این قاسم سلیمانی استعدادی که داشت در جهت پیشرفت کشورش به کار می برد، در جهت آزادی مردم، در جهت انسانیت به کار می برد، ولی متاسفانه تعدادی به اسم انسان هستند که دستشون به خون مردم بی گناه آلوده است، مردمی که برای حق خودشون اعتراض می کنن به خاک و خون می کشن و اونها رو دشمن اعلام میکنن و اونها رو وابسته به کشورهای خارجی اعلام میکنن، و خب طبیعتاً برای اینجور افراد سرنوشتی بیشتر از این نخواهد بود، و این سرنوشتی است که تمام فرماندهان مزدور و افراد رژیم اشغالگر ایران در آینده نزدیک شاهد آن خواهند بود. البته نه به دست آمریکا و به دست سپاهیان آمریکایی، بلکه به دست مبارزین ایرانی، به دست انقلابیون ایرانی، به دست مردم مبارزی که برای حق خود به پا خواستند. همونطور که اشاره کردم، ما طرفدار کشت و کشتار نیستیم. پیام ما پیام صلح و دوستی است، پیام آشتی است، و از همه کسانی که هنوز هم با حکومت اشغالگر ایران هستند درخواست میکنیم که به صف مردم بپیوندند. درخواست میکنیم که همه با هم با اتحاد و یک پارچگی ایران رو دوباره بازسازی کنیم. ایران رو به شکوفایی و شکوهمندی برسانیم. این پیام ماست. پیام ما کشت و کشتار نیست، پیام ما قتل نیست، پیام ما اعدام های انقلابی نیست، ولی خب در راه مبارزه چاره ای نیست غیر از این که باید از این راه ها بگذرید. ای کاش اینطوری نبود. ای کاش تمام این فرماندهان، تمام کسانی که الان با رژیم اشغالگر ایران هستند، یک لحظه فکر می کردن و به خودشون می اومدن و به صف مردم می پیوستند. ولی متاسفانه بعضی از این افراد دشمنان قسم خورده ایران هستند و قسم خوردند که این آب و خاک و این مردم رو به نابودی بکشند، اما غافلند از این که خودشون به نابودی کشیده میشن. ملت هیچگاه از بین نمیره. ممکنه در یک دورانی یک عقب نشینی هایی بکنه ملت و مردم نتونن اونجوری که میخوان مبارزه بکنن، اونجوری که میخوان کار کنن و اونجوری که میخوان زندگی کنن، اما زندگی و
تمام چیزایی که در دنیا هستش اینها جز قوانین طبیعی هستند. در قانون طبیعت ما بهار داریم، تابستون داریم، پاییز داریم و زمستون هم داریم. زمستون کشور ما رو به اتمامه. شب یلدای قبل رو که با هم جشن گرفتیم و در سوگ عزیزانمون گریستیم، اما شب یلدای تاریخی ایران بود، چون آخرین شب یلدایی بود که ما یک حکومت اشغالگر رو در کشورمون داریم و این زمستون ایران، این شب تاریک و طولانی ایران هم داره رو به پایان گذاشته و داره به پایان میرسه. برنامه امروز رو کوتاه اجرا میکنم. پیامی هستش از یک هم‌میهن، از یک پدر که واقعا زجرآوره، واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره، اما پیامی است که چند روز قبل دریافت کردیم و گذاشتیم برای این برنامه زنده که این پیام رو زنده به خدمتتون ارائه بدیم و در پایان سه تا سوال رو مطرح بکنیم. این انسان شرافتمند، این پدری که این پیام رو برای ما فرستاد و طبق گفته خودش ممکنه الان دیگه در قید حیات نباشه، درد و رنج بسیاری از پدران و از خانواده های ما به گونه های مختلف رو بیان میکنه. چون ما 40 سال است واقعا در کشورمون غیر از فقر و اعتیاد و فحشا و بدبختی چیز دیگه ای ندیدیم و واقعا ما مردم مسئول هستیم در قبال خودمون و در قبال آیندگان و فرزندانمون و در قبال میهنمون که مردم رو نجات بدیم، این کشور رو نجات بدیم و یک زندگی آزاد و مرفه رو برای خودمون، برای همه مردم و برای آیندگان خودمون درست بکنیم. بنابراین خواهش من اینه که صرف نظر از هر عقیده مذهبی، سیاسی، دینی، ملی و هر جوری که فکر میکنید، با هر گرایش سیاسی که هستید، الان زمان اتحاده، الان زمان مبارزه است، الان زمان این هستش که ما حکومت اشغالگر ایران رو سرنگون بکنیم و یک کشور آزاد و مرفه رو بنیانگذاری بکنیم. در دوران گذار همه گروه های سیاسی و اجتماعی و حتی دینی میتونن برای خودشون تبلیغات بکنن، میتونن اون حکومتی رو که مورد نظرشون هستش تبلیغ براش بکنن و در نهایت این مردم هستن که انتخاب میکنن که چی میخوان و در اون دوران گذار زمان و مکان و امکانات برای همه گروه ها خواهد بود و هر کسی میتونه تبلیغات خودشو بکنه و به رأیی که از صندوق انتخابات آزاد اون زمان در میاد باید احترام بذاریم. این مقدمه ای بود که میخواستم عرض کنم خدمتون، چون با خوندن این پیام این هم‌میهن ممکنه که نتونم برنامه رو کامل ادامه بدم، هرچند که سعی خودم میکنم، اما پیامی خیلی دردناک هستش که من براتون میخونم. با سلام خدمت شما، من یک انسان معمولی هستم. این پیام من را به مردم کشورم منعکس کنید. من از میان کانال های مختلف شما را برای رساندن این پیام انتخاب کردم، چون گروه سربازان گمنام میهن تنها گروهی است که در عمل ثابت کرده اید که خواهان اتحاد بین همه گروه های مخالف رژیم هستید و مردم ایران را از همه اقشار دور خود جمع کرده اید.
زمانی که این پیام رو برای مردم میخوانید ممکن است من در این دنیا نباشم، اما قول بدهید که این پیام را به مردم برسانید. چند سالی است که با وجود داشتن لیسانس هر کاری کردم درآمدی به آن صورت که بتوانم نیازهای خانواده ام را برآورده کنم نداشتم. چند هفته پیش فامیل ها تصمیم گرفتند که به خانواده یکی از فامیل های خانمم که در تظاهرات آبان به شهادت رسیده بود کمک کنند. من هم که درآمدی که حتی کفاف خانواده ام را بدهد ندارم، به فکر یک کار اضافه افتادم و به هر دری می زدم که کار دیگری دست و پا کنم. در این میان شخصی به من پیشنهاد کار داد. وقتی که تهوتوی قضیه درآمد متوجه شدم که با ماشینی که آن شخص در اختیار من میگذارد باید زنان و دخترانی را که بهشون میگن کارگران جنسی از جاهایی که به من گفته میشه سوار کنم و به جاهای مشخصی ببرم. ابتدا از قبول آن سر باز زدم، ولی آن شخص با صحبتهایش و اطلاع از وضعیت بد مالی من را قانع کرد که آن کار را قبول کنم. اما با کلاه و عینک و کمی تغییر که کسی من را نشناسد. تنها چند روز بود این کار را می کردم که یک غروب به من آدرس جایی را دادن که دختری را با یک اسم مستعار که به من داده بودن سوار کنم و به جای مشخصی ببرم. به آن مکان رفتم و دختر مورد نظر فوراً در عقب ماشین را باز کرد و سوار شد. با صورت بزه کرده و عینک و تشریفات نشناختم، ولی زود متوجه شدم که دختر خیلی جوانی است. آینه را کمی تنظیم کردم که صورتش را ببینم و متوجه شدم دختر 14 ساله خودم است. یک لحظه چشمم سیاهی رفت و نزدیک بود بیهوش شوم. خودم را کنترل کردم و سعی کردم که صدام رو تغییر دهم که منو نشناسه. ازش سوال کردم که اسمش چیه و چرا این کارو میکنه. دخترم که تا این لحظه کلمه ای از دهانش بیرون نیامده بود بلافاصله من را شناخت و براشفته شد و با بیشرف گفتن و اینکه نگه دار من میخوام پیادشم به جان من افتاد. هزار تا فحش نصیب من کرد و گفت تو اگر پدر بودی درآمدی داشتی که من به این روز نیفتم. تو همیشه فقیر و گدا بودید. نگه دار میخوام پیادشم. من که در اون لحظه آرزوی مرگ میکردم همانطور به رانندگی ادامه میدادم که دخترم به کسی تلفن زد و نشانی خیابان را داد. ظرف چند دقیقه چند ماشین دورم را گرفتند و به زور ماشین من را متوقف کردند. منو پایین کشیدند و طوری کتک زدند که از حال رفتم. وقتی چشمامو باز کردم تعدادی مردم دورم را گرفته بودند و می‌خواستند من را به اورژانس ببرند. گفتم که اورژانس نمیرم. با بدن کوفته و خونین خودم را به خونه یکی از دوستان رساندم، ولی گفتم که با یک سری دعوا کردم که به این روز افتادم. من تصمیم خود را گرفتم که هیچگاه به خانه بر نگردم و به زندگی نکبتبار خود پایان دهم، چون همانطور که دخترم گفت من پدر نیستم بلکه یک آدم بیشرف هستم. اگر شرف داشتم که نمی گذاشتم قاتلان و دزدانی که وطنم را به تاراج بردند این گونه کشور را به نابودی بکشند و خانواده ها را از هم بپاشند و فقر و فحشا را گسترش دهند و من شاهد فروپاشی خانواده ام باشم، خواهشاً این پیام من را پخش کنید. بگذارید مردم داستان واقعی زندگی من را بدانند و اجازه ندهند از این بیشتر پدران شاهد تن فروشی دخترانشان باشند. خدا حافظ برای همیشه.
دوستان عزیز، همیهنان، ببخشید از اینکه من واقعا خیلی تحت تأثیر این پیام قرار گرفتم و هر انسان آزاده‌ای، هر انسان باشعوری واقعا تحت تأثیر قرار بگیره. وقتی که یک پدر به زندگی خودش خاتمه بده، برای این چنین گسترش فحشا و فقر، و وقتی که توی اخبار میخونیم که سن تنفروشی کارگران جنسی به 12 سال رسیده، دیگه واقعا زندگی معنی نداره. واقعا انسان نمیدونه چی بگه، چه کار بکنه. یعنی چجوری انسان میتونه در یک کشوری زندگی کنه و این واقعیات رو بدونه و جونش رو نذاره برای انقلابی که میره که کشور رو و مردم رو آزاد بکنه؟ انسان باید از خودش بپرسه که واقعا چرا ما این ننگ و این خاری و این پستی رو، این ذلت رو قبول میکنیم؟ چرا؟ هرچند که تعداد زیادی از مردم به جنبش پیوستند، به انقلاب، منظورم جنبش سرباز گمنام میهن تنها نیست، به انقلاب آزادی ایران پیوستند و طوفان بزرگی رو در آبان ماه به پا کردند و در کمین هستند برای ادامه انقلاب، برای ضربات مهلکی که بر مزدوران و بر پیکر منحوس رژیم اشغالگر ایران بزنند. اما باید سریعتر کار کنیم، باید اون چه در توان داریم به کار ببریم. و اینجا واقعا 3 تا سوال مطرح میشه. یکی این که از خودمون بپرسیم، نه تنها ما مردم، این برای همه است، برای تمام کسانی که در ایران هستند و یا ایرانی هستند و در خارج هستند، و برای کسانی، تمام افراد، جریانها و گروههایی که واقعا از صمیم قلب میخوان که ایران آزاد بشه، این 3 تا سوال رو باید از خودمون بپرسیم. آیا جبهه خود رو مشخص کرده اید؟ در طی امروز دیدیم که در پیام‌هایی که به کانال‌های مردمی می‌رسید و پیام‌هایی که در کانال‌های اجتماعی پخش می‌شد، دیدیم که بسیاری از مردم جبهه خودشون رو مشخص کردن که جبهه مردمی هستش، اما تعدادی هستن که واقعاً مزدور هستن و کشور و مردمشون رو برای پول و برای مقام و شغل دارن میفروشن. پیام هایی که روی سوشال میدیا بود، بسیاری از اون پیام ها رو دیدیم و یک سری از اون پیام ها به ما رسیده که سربازان گمنام میهن، مردم مبارز قهرمان ایران، پیام ها رو برای ما فرستادن، اسکرین شات هایی رو گرفتن از مزدورانی که با حکومت اشغالگر ایران هستند و ما این پیام ها رو پخش میکنیم و از همه شما عزیزان هم خواهش میکنیم که تمام مزدوران رو شناسایی کنید، اول بهشون پیام بدید که به صف مردم برگردند، ولی اگه به مزدوری ادامه دادن، خب باید حقشون رو کف دستشون گذاشت. همونطوری که گفتم، پیام ما پیام صلح و دوستی است، پیام آشتی است، ولی در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل جنایت، در مقابل گسترش فحشا، اعتیاد و فقر و بدبختی دیگه نمیشه سکوت کرد. تا کی؟ تا کی باید سکوت کنیم؟ تا کی باید مهران مدیری ها بیان جنایاتی که در ایران اتفاق میفته، بدبختی های کشور رو به مسخره بگیرن و مردم رو بخندونن؟ آیا این مهران مدیری ها از این جامعه خبر ندارن؟ از این فحشا، از این فقر، از این بدبختی، از این ذلت و خاری که توش افتادیم به دست این حکومت اشغالگر خبر ندارند؟
یا اینا مزدورانی هستن که مردم براشون مهم نیست، بلکه جیب خودشون براشون مهمه. و خواهش من اینه که این سه تا سوال رو هم از خودمون بپرسیم و هم برای همه بفرستیم. که یک، آیا جبهه خود را مشخص کرده اید؟ دو تا جبهه بیشتر نداریم، یا جبهه مردم مبارز و قهرمان ایران که برای آزادی می جنگند، و یا جبهه دشمن اشغالگر میهن. سوال دوم اینه که آیا با تمام توان در جهت پیروزی انقلاب آزادی ایران گام برمی دارید؟ این سوال رو باید از خودمون بپرسیم و از همه جریانات سیاسی و گروه ها و اونایی که میگن که آزادی مردم ایران رو میخوان. و سوال سوم این هستش که آیا اعتقاد کامل دارید که تنها با اتحاد همه مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی میتوانیم به پیروزی برسیم؟ اگر جواب خودمون رو مشخصا به این سه تا سوال بدیم، فرقی نمیکنه از کدوم جریان سیاسی، از کدوم ملیت، قومیت، مذهب، دین و هر چیز دیگه ای که هستیم، اگه هدف ما واقعا آزادی ایرانه، اگه واقعا هدف ما رفاه و شکوه کشورمون هستش، اگه آزادی مردم هستش، باید تکلیف خودمون رو الان مشخص کنیم. زمان بسیار داره دیر میشه. این پیام ها رو، این سوالات رو از تمام افراد خانواده، از دوستانتون، از همکارانتون و از کسانی که مزدوران رژیم هستند و از همه و همه، از تمام جریانات سیاسی، از تمام شخصیت های سیاسی و اجتماعی بپرسید. بگید که به این سه تا سوال جواب بدید که کجای کار هستید. دیگه زمان اون گذشته که من مأمورم و معذورم، دیگه زمان حرکت‌های بزرگ انقلاب آزادی ایران هستش. زمانی هستش که باید تعیین تکلیف بکنیم که یا با مردم مبارز هستیم، یا طرفدار آزادی و رفاه هستیم، یا اینکه با حکومت اشغال کردیم. و در این زمان دیگه سکوتی جایز نیست. وقتی انسان داستان‌های واقعی این مردم رو می‌بینه، پیام‌هایی که میرسه می‌بینه، دیگه چطور می‌تونه سکوت بکنه؟ چطور می‌تونه صدا و سیمای کریه حکومت اشغالگر رو نگاه بکنه و به ساخته و پرداخته‌های مهرامدیری و بقیه بخنده؟ دیگه زمان جوک و خنده و اینا نیست. زمان مبارزه است. زمان تعیین جبهه هست، زمان کار و کوشش و انقلاب هستش. اگه میخواییم پیروز بشیم، اگه میخواییم واقعا مردم و کشور رو آزاد بکنیم، باید با همه توان کوشش کنیم. نه زمان سکوت است، نه زمان ترس. زمان کاره، زمان فعالیته، زمان این هستش که با مردم روک و راست برخورد کنید و این سوالا رو بپرسید ازشون که ببینید کجای کار هستن. و نه تنها از مردم، از همه افرادی که میشناسید، از همه جریانات سیاسی. بارها و بارها ما اعلام کردیم که جنبش سرباز گمنام میهن یک گروه ملی فراحزبی، فراملی، فراقومی و فرادینی و مذهبی هستش و ما در غیر از دوران گذار در حکومت دائمی آینده ایران هیچ گونه دخالتی نمی کنیم. تمام گروه ها، تمام جریانات سیاسی در زمان گذار میتونن برای خودشون تبلیغات بکنن و ما و همه مردم و همه جریانات باید به رأیی که از صندوق انتخابات آزاد در اون زمان در میاد احترام بذارن. و ما خواهان این هستیم. نه خواهان شغل و منصب هستیم، نه خواهان مقام هستیم،
و نه خواهان این که در حکومت دائمی سیاسی آینده ایران دخالتی بکنیم و شغلی رو داشته باشیم. این نه تنها نظر من بلکه نظر همه دوستانی هستش که با هم این گروه درست کردیم. و خواهش من از شما دوستان اینه که این سوالات رو خیلی جدی و مشخص از تمام افراد بپرسید. چه افراد خانواده، چه دوستان، چه همکاران و چه جریانات و حزب‌ها و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و چه مزدوران رژیم و کسانی که در نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج و اطلاعات هستند. این سوالات رو بپرسید و جواب بخواید. بگید که الان روز تعیین تکلیف هستش، الان روز تعیین جبهه هستش. کجای کارید؟ در کدوم جبهه قرار دارید؟ زمان زمان سکوت نیست، زمان زمان ترس نیست، زمان زمان این نیست که بگید مأمورم و معذورم. نه، زمان زمان انقلاب، زمان زمان کار و فعالیت برای کسب آزادی مردم و میهن هستش. این انقلاب حتما به پیروزی میرسه، هیچ شکی درش نداشته باشید، اما میخواییم که هرچه زودتر این انقلاب به پیروزی برسه و نوروز 99 رو در یک کشور آزاد برگزار بکنیم و شروع بکنیم به بازسازی. سال 2020 رو، 2020 رو با خبرهای خوب شروع کردیم و سال 99 خودمون رو باید با پیروزی مردم ایران شروع بکنیم. و از این به بعد ما هم توی کانال میذاریم که نوروز 99 نوروز پیروزی است و قبل از نوروز باید کار این حکومت رو یکسره بکنیم. و خواهش میکنم اینو حتما هشتگ بکنید و به همه دوستان بفرستید. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید و ببخشید از اینکه من یه مقداری در هنگام خوندن اون پیام حالم تغییر کرد، ولی واقعا دل هر انسانی رو به درد میاره. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. شب خوب و هفته پربار و پر اعتراضی رو براتون آرزو میکنم. پاینده ایران، جاوید مردم مبارز و قهرمان ایران.